چهل پنجاه سال پیش که مسجدا و گرد همایی های ماه محرم هنوز به لوس وجود خمینی آلوده نشده بود، یعنی تا قبل از سلطه معاویه و یزیدیان روزگار ما که اسمشون آل خمینی است، در روز تاسوعا از حضرت عباس می گفتند. مراسم محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا به هر حال تا حدودی قبل از خمینی خصلت ضد شاهی، ضد ظلم، ضد دیکتاتوری داشت. قبل از اون که آخوندها بتوانند ننگ و پلیدی خودشون رو با سوء استفاده از دین وارد باورها و آیین‌های توده‌های مردم بکنند. به هر حال رسم بر این بود که تاسوعا متعلق بود به پرچمدار و سپهسالار عاشورا، ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم، اون که وقتی که برای آوردن آب به منظور رفع تشنگی بچه ها و حرم امام حسین به کناره فرات رفت و خودش رو هم آتشی سوزان در بر گرفته بود، آب سرد و گوارا، غلط زنان، موج روی موج، او رو به خود میخواند. دستش رفت تا کفی برای نوشیدن برداره، ولی ناگهان موجی تند از همون گونه که تا به حال زورق وجود خودش رو در طوفان حادثه ها پیش برده بود در ضمیرش جوشید و خروشید و به یاد یاران تشنکام و جان خستش افتاد و به خودش نهیب زد که ای نفس، بعد از حسین زنده نباشی که او و یارانش آشامنده مرگ باشند و تو آب سرد میطلبی. نه، این با آیین من نمیسازد. به او که در تاریخ ما سیمای یک سوگند به خودش گرفت، سوگند وفا، پاکبازی و جوانمردی، میگویند قمر بنی هاشم گوش هم میارید که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است.
و تمام این ارزش‌ها درست رو در رو و بر ضد آل زیاد، آل مروان و شمر و یزید و معاویه‌های دوران ما، یعنی که خمینی و آخوندهای خمینی صفت و رژیم است که مظاهر پستی، فرومایگی، دناعت از پشت خنجر زدن و هر چه رذیلت هستند. اونهایی هم که اون روز در برابر حضرت عباس و علیه او و بر ضد او تیر می انداختند، چنین بودند، در منتهای سفلگی و حقارت. اما درست در چنین مقاطعی و در چنین سرفصلی است که مردان و زنان خدا خود رو عرضه می کنند قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که دلیران روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. برای مجاهدین نام حضرت عباس با آیه که بر بالای شهادتگاه او حک شده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، معنای به خصوصی هم دارد، چون که بذرشون رو امام حسین در روز عاشورا ریخته است. قطره‌ای در دریا و شاخه‌ای در جنگل، در قلب ارتش حسینی، که فرمانده و پرچمدارش قمر بنی هاشم بود. اصولا امام حسین و عاشورا که پیامش ترسیم کننده مرزهای انسانیت و مادون تاریخ انسان، یعنی با دنیای حیوانی است، و خلاصه میشه در یک کلام در عقیده و جهاد. خواستگاه و سرچشمه عقیدتی و سیاسی و مشخصا مشی مبارزاتی و استراتژی ماست. شکستن بنبست با حد اکثر فداکاری، هر چه میخواد شرایط تیره باشه، تیره و تار. اگر که از این شاخص منحرف میشدیم، از شاخص حسینی و عاشورایی که
چه چیزی از ما باقی میموند جز مشتی سیاسی کار مفلوک؟ یا مثل سایرین بساز و بفروش های سیاسی عاری از شرف و تقوا؟ و پرنسیپ های انسانی؟ راستی اگر که مجاهدین قیام نمی کردند، بر نمی خواستند، 30 خردادی نمی داشتند، میگه چه امتحانی در میان بود؟ و می گفت امام حسین که این که شما دارید زندگی نیست، بردگی است و فساد و تباهی، و همین نکبت ها را دست ظلم به شما تحمیل کرده. من می روم، من بر می خیزم تا اون دست رو قطع بکنم، دست یزید رو، دست معاویه رو، دست ارتجاع رو. می روم تا ظلم رو نابود کنم. این است راه من و این است هدف من. اونایی که با منن بیاند، و کسانی که سودای دیگری دارند رو به زندگی خود بازگرد. خب اون زمان که هرگز شرایط عینی چنین انقلابی که مادر همه انقلابات است وجود نداشت، اون هم با تعدادی اندک، 30 سوار و 40 پیاده. اما چه سوارانی و چه پیادگانی. حبیب ابن مظاهر در 90 سالگی فرمانده جناح چپ بود، جناح چپ ارتش حسینی. اونقدر پیر که میباید با دستمال چینهای پیشانی رو میبست که مانع دیدش نشه. سفله از اون لشکر دعوتش کرد در یکی از فرازهای روز عاشورا و به مبارزه طلبیدش. یکی از همرزمانش گفت حبیب صبر کن، نماز آخر هم بخونی. گفت نماز بعدی رو میخوام تو بهشت بخونم. و درو کرد اونها رو درو کردن. میگویند که حبیب 62 مزدور رو خودش به خاک انداخت با همون وضعیت و با همون دستمالی که بر پیشانی بسته بود. گفته بود امام حسین در شب عاشورا که کل حین سالک و سبیلی، هر زنده رونده راه من است. مجاهدین هم به این دلیل موندند و زنده موندند که راه او رو رفتند، اتمام حجتشون رو کردند، مثلا در مرحله کار سیاسی با رژیم خمینی تا آخر، با 50 و چند تا شهید، با هزاران زندانی سیاسی شکنجه شده، بدون این که حتی یک تیر شلیک کنند. اما بعد از اتمام حجت شکر خدا که اون بذری که امام حسین کاشته بود در اعماق قلوب و ذمایر اونها ریشه داشت و جوانه زد.
بگذارید آخوندهای دجال، بگذارید آل شمر و ابن زیاد. امروز از امام حسین کلامی و حربی بسازند علیه خود او، کاری که معاویه میکرد با پیامبر اکرم که از اسلام حربی میساخت علیه اسلام و علیه پیامبرش. اما چه کسی نمیدونه که پیام حسینی، پیام رهایی، پیام عزت و افتخار، پیام پاکبازی، پیام شرف و پیام انسانی است. اون زمان هم افراد آگاه می‌دونستند، به دلیل اینکه در اواخر دوران معاویه وقتی که صحبت ولایت عهدی یزید بود، امام حسین بیش از 1000 تن از افراد آگاه و روشنفکران و علمای زمان رو نامه بهشون نوشت، در مکه جمع کرد و رفت اون خطبه و سخنرانی مشهور رو خوند با سرزنش و عتاب و خطاب شدید به مسئولیت اونها که چه نمی جنبید، چرا با این رژیم در مصالحه ایم، چرا در مسامحه ایم، چرا در سازشه ایم، تقصیر با شماست. هر کی رو هم سراغ داشت که در زمان پیامبر بوده و پیامبر رو دیده دعوت کرد، اگر نه خودش، اگه خودش فوت کرده بود اولادش. خب در چنان شرایطی خیلی با توجه به فواصل و مشکل حمل و نقل، کنگره گذاشتن و گرده همای اجتماع کار بسیار مشکل بود، اون هم از سراسر اون سرزمین پهناور. ولی دست آخر 1000 نفر اومدند که در اون روزگار خیلی زیاد. میگوید بر شما میترسم ای کسانی که خدا بر شما منت دارد، مبادا که بر شما نقمت و دردی از دردهایش را فرود آورد. به تحقیق میبینید که پیمانهای خدایی شکسته میشوند و هراس نمیدارید، عهدها و حقوقها از دست رفتند، اما شما در هراس و ولوله حقوق از دست رفته پدران خود هستید، دنبال جاه و مقام خودتون هستید. حالان که پیمان رسول خدا بی مقدار گشته است، ناتوانان، کوران، ولالها و زمینگیرها در شهرها بی سرپرست افتادند و بر ایشان هیچ ترحمی نمی شود و شما در خور مسئولیت و تواناییتان کاری نمی کنید. و نسبت به آن کس هم که وظیفه خود را انجام می دهد اعتنایی ندارید و به مسامحه و سازشکاری و همکاری با ظالمان آرمیده اید. شما در میان مردم در خور بالاترین مصیبتید، بدان که از مسئولیت عالمانه و آگاهانه خود دست کشیدید و ای کاش که در آن راه به کار می پرداختید. شما ستمگران را در مقام خود جا دادید و زمام امور خدا را در کف ایشان نهادید تا به خطا عمل کنند
و در آمال خود پیش بتازند. فرارتان از مرگ و دلخوشیتان به زندگانی گذرا آنها را سلطه بخشیده است. شما اید که ضعیفان و ناتوانان مردم را به ایشان تسلیم کرده اید تا برخی را برده و مقهور خود کنند و برخی را به خاطر لقمه‌نانی بیچاره و درمانده نمایند. در این سرزمین به خواست خود حکم می‌رانند و راه رسوایی و پستی را برای هوای خود هموار می‌کنند. با جباریت خود بر خدا دلیری کرده و زشتی و اشرار را رواج می‌دهند. در هر شهری گوینده از جانب خود بر منبر دارند، مثل همین نمایش‌های جمعه رژیم خمینی. در هر شهری گوینده از جانب خود بر منبر دارند و این سرزمین تماماً پایمال آنهاست و بر همه جای آن دست گشاده دارند. مردم برده های آنها و در اختیار ایشانند تا هر دستی را که می‌خواهند بر سر ایشان بکوبند و نتوانند دفاع کرد. اینانند، همونایی که دم از اسلام می‌زدند اون روز، هم دسته زورگو و جبار، یعنی دیکتاتور، که نه خدا می‌شناسند و نه معاد. بر ضعفا و ناتوانان شدیداً فشار می‌آورند. پس ای عجب، و چرا که تعجب نکنم که زمین در تصرف مردی دغل و ستمکار است و یا باجگیر نابکار یا حاکمی که بر مؤمنان هیچ ترحمی ندارد. و صحبتهاش رو چنین ختم میکنه: خدایا میدانی که اینها را نمیگویم که چندین روز به فرمان روایی برسم. عجب، حالا باید بیاد امام حسین توضیح بدهد که قصدش فرمان روایی نیست. و آرزوی آن را هم ندارم. میدانی که من مشتاق اصلاح آیین تو هستم و خواهان آبادی شهرها و آزادی مردمان. پیامبر جاودان آزادی باید بیاید بگوید که من آبادی و آزادی میخوام و نه فرمان روایی. من نمیخواهم بندگان مظلومت در دست ستمگران اسیر باشند. این ستمگران میکوشند چراغ هدایتی را که پیامبر میان امت برافروخته است خاموش کنند. اما توکل ما بر خداست و به سوی او باز می‌گردیم. این کلام پیشوای آرمانی مجاهدین و مقتدای تاریخی ماست که به جامع ترین صورت با خمینی و خمینی صفتان مرزبندی میکنه. کل حین سالک و سبیلی. وقتی برای آخرین وداع امام حسین به مرقد پیامبر رفته بود در مدینه، میگویند که خوابی یا چرتی او رو در رو بود، شاید که خیلی خسته بود، خستگی راه و مشغله های اون ایام. و میگویند در خواب دید پیامبر اکرم رو که گفت ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، معطل نکرد. از یک مسیر بسیار طولانی از مدینه تا مکه و پیمودن تمام صحرای عربستان تا رسیدن به آستانه کوفه که اون زمان کانون شورش بود،
و بسیار نامه ها بهش می نوشتند با کلمات شیرین که بیا، همون هایی که بعدن خواهیم دید، فرماندهی جناح چپ و راست ابن سعد رو به عهده گرفتند. کسانی بودند که وقتی تعادل قوا به سود امام حسین بود پیشی می گرفتند در دعوت اون به کوفه و حالا قصد جانش رو کرده بودند. برخی هم نوشتند که جدش گفت که علاوه بر خودت اون طفل کوچک، علی کوچک هم همین مشیت برایش مقرر شده، با اون پرواز کرد. گفتند از بیراهه برو، گفت نه از راه. سر راهش بسیار عافیت جویان ثبت شدند که بیا کوتا، بیا بیا به روزخانی قناعت کن، بیا به گوشه گیری، بیا به عافیت. نه، هیهات من نزله. سی سوار و 40 پیاده براش کافی بود، حتی اگر از این باز هم کمتر می بود. و تک تک یاران رو می آزمود مکرر در مکرر که اگر اهل زندگی هستید بروید. حتی در روز عاشورا برده آزاد شده ابازر، غلام سیاه پوستی به نام جون، وقتی اومد اجازه بگیره از امام حسین که بره به صحنه، گفت ببین، اسمش جون بود، گفت تو شاید که برای سلامت و عافیت با ما اومدی، حالا دیگه برگرد، اینجا جای سلامت نیست، برو دنبال کارت. اون مجاهد اعظم، اون غلام پیشین، اون سیاه پوست گفت سلامت هم آخه با توه. بعد گفت ببین امام حسین، نکنه چون من بزرگزاده نیستم، برده آزاد شدم، نمیخوای خونت با من قاطی بشه ها؟ میخواست که آقا رو آنچنان در تنگنا قرار بده که این سلامت ازش دریغ نشه. وقتی بعد از جنگی دلیرانه در خاک خون غلطید، سرش رو امام حسین در آغوش گرفت و دعا میکرد که خدایا قلبش رو نورانی تر کن. خب در اون ساعت از تعادل قوا معلوم بود با خیانتی که همه مسامحه کاران و سازشکاران و تسلیم طلبان اون روزگار کرده بودند، که یاران تا نفر آخر بایستی بروند، بقیه رو امام سجاد رو هم که زینب کبرا حفظ کرد، با چه تدبیر، با چه صلابت، با چه شجاعتی و با چه هوشیاری، والا چه در مجلس ابن زیاد، چه در دربار یزید جلاد وایساده بود حاضر آماده
بساط گسترده جلادیش، و اگر نقش فرشته آسا و راهبری زینب کبرا نبود چیزی باقی نمیموند. خدا این بار خواست و مشیتش رو از طریق زینب کبرا پیش برد و سلام الله علیه. در مجلس ابن زیاد وقتی که سرهای بریده رو دور تا دور مجلس بر نیزه گرفته بودند و مشتی زن و بچه که در فرهنگ و روزگار خوب چیزی نیستند و جوانی بیمار 22 ساله 20 چند ساله، ابن زیاد شروع کرد به قرآن خوندن، درست این همین آخوندهای خمینی صفت که دیدی خدا زشتی و سوء و بی‌آبروی شما رو خواست، دائره سوء رو برای شما مقرر کرد. ببین صحنه رو ببین. زینب کبرا نگاهی کرد به این سرهای بریده برخ خونچکان با اطفال نالان، گفت و ما رأیت ولت جمیل، من که همش زیبایی میبینم، من که همش سرفرازی میبینم. برگردیم به صحنه عاشورا. وقتی پرچمدار و سپهسالار حسین عباس در خاک و خون غلتید، شگفتم. این طرف یک رزمنده بیشتر نمونده بود. مشتی مزدور سفله وحشی هار به سرکردگی ابن سعد و شمر ذوالجوشن، لاجوردی های زمان، صیاد شیراز، امثال ها. و این ور فقط یکی که فریاد حلم ناصر میکشید و بعد شیراز ها میغرید که الغد بولا من لکوب الار. وقتی شمشیرها او رو ماسر میکردند و میگرفتند و تیرهای زهرالود، باز فریاد میزد امکان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیاس و یوف خزینی، بگیریدم. راستی که تابلو عاشورا رو چه نقاش چیر دستی طراحی کرده، ولی هنوز علی کوچک تعیین تکلیف نشده بود. پدرش پیوسته برافروخته تر می شد. بچه رو بالای دستش گرفت، خب گفت این چی میگه؟ گناه این چیه؟ که سفله از اون سو به نام هرمله تیری در کمان گذاشت. تیری جانسوز که خون علی کوچک رو جاری کرد و امام حسین مشت میکرد و میریخ و میگفت که خدایا این خون از من قبول کن. وقتی عباس بر زمین افتاد گفت خدا این هدیه منو قبول کن. میگویند که فقط یک جا چهرش در هم رفت، وقتی که حبیب 90 ساله بر خاک افتاد. زهیر فرمانده جناح راست، پهلوان نامداری که کسی حریفش نبود،
وای که زهیر موقع خداحافظی و طلاق زنش چه لحظه سختی رو گذروند. سعی میکرد توی راه از کاروان امام فاصله بگیره، بالاخره امام حسین دنبالش فرستاد. کراهت داشت، تازه ازدواج کرده بود، این پا اون پا میکرد. تا بعد زنش گفت خجالت نمیکشی؟ امام حسین دنبال تو میفرسته و تو در فکر خودت و زندگیت هستی؟ حیا نمیکنی؟ هر طور شده تا سراپرده امام حسین رفت، لحظاتی بعد برگشت، دیگه اون زن رو نمیشناخت. گفت مال اموالام رو تو بخشیدم، برو خونتون، برو پیش پدرت. این همین لحظه رو حضرت زینب از خود امام حسین میبینه، به وقتی که برای آخرین وداع پیش ما آمد، انگار که هیچکی از ما رو نمیشناسه، هیچکی. و سرانجام وقتی که سید الشهدا بر پهلو افتاد، نام یکایک یاران رو زیر لب گفت و زمزمه کرد و گفت اومدم پیشتون، دینم ادا کرد. و در آخرین پیام رو به حرمش گفت مبادا لب به شکایت باز کنی، از شأن و منزلت شما خواهد کاست، عاقبت امر شما خیر خواهد بود. و بعد به اون سفلگان که قوم نکویده چقدر بد کردارید، بعد از من دیگه قتل هیچ کس برای شما دشوار نیست، از هیچ جنایتی روی بر نخواهید گردن، اما به خدا سوگند که پروردگارم ما رو بزرگ می‌دارد و شما رو در اون لحظه که هرگز گمان نخواهید برد کیفر خواهد داد. و چنین هم شد. بیام به روزگار خودمون. روز پدر طالقانی در برابر خود من یکی از اعضای شورای ارتجاع به نام شورای انقلاب خمینی گفت اگه هنوز شماها حرمتی نگه می‌دارید به خاطر چند تا سلاحی که تو این دست مجاهدینه. والله روزی که خمینی حرمت مجاهدین رو زیر پا گذاشت، روزی که فتوا داد به این که جان و مال و ناموس مجاهدی مباح است، دیگه مشخص بود از هیچ پستی و دناعت و جنایتی اینها خودداری نخواهند کرد. خمینی، آخوندهاش، پاسدارهاش، ارگانهاش، همشون. راستی چه شباهتیست بین اون روزگار با یک تفاوت اساسی که بعداً بهش خواهیم رسید، چون الان سال 1420 هجری هستیم. اون زمان سال 61 هجری بود. پس روزگار خیلی فرق کرده. اما از جوانبی شبیه. از بابت دجالیت و فریبکاری. و قلب مفاهیم و ارزش ها. وانجگونه کردنش.
درست مثل همین خمینی. مثل بهشتی، مثل رفسنجانی، مثل خامنه‌ای و همشون. روشون نمی‌شود آخونده و الا حتما از خدمات شمر زلجوشن تقدیر می‌کرده. چون دارن نون امام حسین رو میخورند با سفلگی، با سرقت. گفتن پیامبر گفته بود، ابن حبان نقل کرده که اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه، اگه معاویه رو دیدین جای من روی منبرم نشسته بکشیدش. کلی معاویه کار کرد که فقتلوه رو بکنه فقبلوه، دو تا نقطه بالا رو ورداره، فقتلوه یعنی بکشیدش، بکنه فقبلوه قبولش کنه بهش تن بده. حرفش این بود، کارش این بود. بعد از معاویه راحل هم همین داستان ادامه داشت. یک کسی بود به نام سمرت ابن جندب، همون کسی که درخت خرما تو خونه همسایه داشت و همسایه رو خفه کرد به خاطر این درخت خرماش. روزگار قاضی بود، مدتی حاکم بصره و کوفه بود، سرانجام هم همکار ابن زیاد در اومد. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه میگه که معاویه اونو کشوندش پای معامله، گفت چی میخوای؟ گفت 100,000 تا میدم، 100,000 درهم، به شرطی که آیه علد الخصام و آیه یهلک الحرث و نسل رو روایت و حدیث رو از این چیزا درست کنی که بگی مصداقش این علیه، علی ابن ابی طالب، که یهلک الحرث و نسل و علد الخصام در مورد حضرت علی اومده. گفت همین؟ گفت نه، آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، که نفس خودشو برای رضای خدا میفروشه، اینو هم بگی در مورد ابن ملجمه. آخونده رو بذارین میگن این آیه که نفس خودشو در راه خدا وقف کرده فروخته، این میگن با لاجوردی مولوی سید شیرازی. گفت خب با 100,000 درهم که نمیشه. مدتی چه کچانه زدن، عاقبت با 400,000 درهم معامله جوش خورد. خمینی یعنی همین، سخنرانیش رو علیه امجدیه، موضع‌گیریش رو روز 4 تیر 58 رو همه یادمون هست. با چه رذیلتی، با چه دجالیتی گفت این مجاهدین با اسلام مخالفن، البته با حربه اسلام اومدن، این مجاهدین میخوان شاه بیا، اینا خرمنها رو آتش میزنن، خرمنهای روستایی ها رو. بی خود نبود از سال 35 هجری تا 99 که عمر ابن عبدالعزیز لغو کرد، پیوسته سب و لعن حضرت علی. اما زمان گذشت، بر بنی امیه هم گذشت، بر شمر و یزید و ابن زیاد و ابن سعد هم گذشت. و خیلی زود و به بهترین صورت روشن شد برای همه. که هر کس چی میگفتی، این تازه در اون روزگاران بود،
نه رادیو، نه تلویزیون، نه ماهواره، نه نشریه، هیچ. البته که در آن روزگار خون امام حسین رو میخواست پیش روی تکامل. السلام علیکه یا آثار الله، خون خدایی رو میخواست، جان مایی خداگونه میخواست تا به پیش بره. مجاهدین امروز هم قطری از همون دریا و شاخی از همون جنگلند. کل هین سالک و سبیل، و الا مجاهدین هم اگر چنین مقتدایی نمی داشتند از دست رفته بودند قطعا. باور کنید که او یادمون داده. رفتم به طبیب جان گفتم ببین دستم تنگ، دستم دست بستم، هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم. گفتا که نه تو مردی؟ گفتم که بلی، اما چون بوی تو هم آمد از گور برون جستم. پابست تو هم جانا، سرمست تو هم جانا، در دست تو هم جانا، مست تو امر مستم، هست تو امر هستم. اگه مجاهدین هستند هستیشون رو، مدیونون هستند. و چه افتخاری بالاتر، چه شرفی از این بیشتر. ما با جاودان فروخامون از اینجا از امروز پل میزنیم با عاشورا. یا لیتنی کنتم معکم فافوز و فوزا عظیما، چنان که گفت مریم با خواهرانمون، تا زینب کبرا و فاطمه زهرا. اون روز با زینب کبرا، زن انقلابی مجاهد، به عنوان یک هویت و وجود جدید تاریخی قدم به عرصه وجود گذاشت. و امروز چه جای خوشبختی بالاتر از این. از موهبت و رحمت خاصی به نام مریم اما ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. در شب عاشورا، روز حاضر گفتن مجدد همه ماست به سرور شهیدان، به پیشوای آرمانی و مقتدای تاریخی. به امام حسین کسانی که
به نام اسلام به اسلام خنجر میکشند، کسانی که به نام قرآن قرآن رو ملکوک میکنند، و کسانی که به نام امام حسین و با سرقت از اون دین رو سرمایه دنیای حقیر خودشون میکنند، صد بار هزار بار بیشتر شایان کیفر و سرنگونی هستند. جانهای مجاهدین، همه مجاهدین در گروه همینه. این خاص ملت ماست. همینجا اگر آورده باشم، پیامی داشتم از مادری از بابل، اینن براتون میخونم. نمیدونم، شاید از مادران شهدا باشه. اسمش گلباجی است. میگوید از قول من بگو، از قول من و ملت ایران بگو، در شب عاشورا بگو، در حرم امام حسین بگو، در خاک امام حسین بگو، بگو ملت ایران با چه وضعی دارند زندگی میکنند. پیش امام حسین بگو این نامه را گلباجی برایت داده، هر طور شده به هر قیمتی ملت ایران را نجات بدهید. از امام حسین بخواه دست ظلم را از سر ملت ایران کوتاه کند، خودش مجاهدین را کمک کند ملت نجات پیدا کند. من که هر دقیقه میگویم و از خدا میخواهم، ای خدا این ظلم را از سر ملت ایران کوتاه کن. شما هم این را در حرم امام حسین بگو تا ظلم از سر ملت کوتاه شود. دو اسلام به کلی متضاد، دو خصم آشتی ناپذیر، از همون روز تا مشروع خواهی شیخ فضل الله تا خمینی و مجاهدین رو در روی هم قرار گرفتند. به پیشوای آرمانیمون باید گفت در ره تو بر سر بازارها رفته، سر ما به سر دارها در ره تو پیکر ما بارها سوخته در آتش رگبارها، در ره تو اشرف و موسای ما سوختگانند به راه وفا، راه ابوالفضل العباس. در سوگند و تجدید عهد امروزمون سوگند وفاست، وفا به ملت اسیرمون، وفا به خلق در زنجیر، به مرام آیین و به پیشوای آرمانیمون سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام.